دستور گروه طالبان درباره ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه‌ها با واکنش‌های بین‌المللی زیادی مواجه شده. سازمان دیدبان حقوق بشر این دستور را شرم‌آور توصیف کرده و ناقض حق تحصیل دختران افغانستان خوانده. تام وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، هم محدودیت‌های اعمال شده از طرف طالبان را غیرقابل دفاع خواند. طالبان شب گذشته اعلام کرد بر اساس تصمیم کابینه تحصیل دختران در دانشگاه تا اطلاع ثانوی ممنوع است. نازیلا جمشیدی، فعال حقوق بشر از ویرجینیا، ما را همراهی می‌کنند. خانم جمشیدی، درهای دانشگاه در افغانستان امروز برای دختران بسته ماند، هم در شرایطی که فعالان حقوق بشر در واقع تلاش می‌کردند درهای مدارس رو به روی دختران باز کنند. به نظر می‌رسد که دنیا به نوعی درباره حقوق زنان و دختران در افغانستان تسلیم طالبان شده. کاملا همون رقمه. متاسفانه در 16 ماه گذشته هر باری که طالبان دستور این چنینی که بقا، منزلت، حقوق و زندگی زنها روی و تاثیر فاجعه باره داره، اینها فقط به کلمات و تقبی فقط اکتفا کردن و هیچ با و هیچ گاهی ما ندیدیم که یک کار ملموسی که بتونه روی پالیسی های اینها تاثیر بگذاره انجام بشه. در مورد دستور دیروز، دستور شرم‌آور دیروز، من فکر میکنم که واکنش مردم افغانستان به خصوص دانشجویان طب دانشگاه ننگرهار خیلی ملموستر و قویتر از تمام واکنش هایی بود که ما از جهانیان گرفتیم. به عنوان مثال، کاردار سفارت آمریکا در مورد افغانستان از مردم افغانستان میخواهد که اینها به پا خیزن، اینها اقدامی انجام بدن. مردم افغانستان چطور میتونن اقدامی انجام بدن در صورتی که $1 بیلیون سلاح نظامی می پیش طالبان قرار داره و هفته وار میلیون ها دلار از نگاه اقتصادی اینها تمویل میشن؟ اینها چه مردم افغانستان با شکم گرسنه خود طوری که ما میبینیم در زندگی روزمره خود برای بقای خود اینها دست پنجه نرم میکنن، چطور در مقابل طالب های ایستاد بشن که زبان اینها زبان خشونت هست؟ ولی با این حال ما میبینیم که زنهای افغانستان یک ساله که با اندک امکاناتی که دارن هنوز هم از او استفاده میکنن و میستن. به نظر من واکنش های جهانیان در این مورد آنچه که ما انتظاری رو داشتیم، آنچه که دنیا انتظار داره و آنچه که اینها به نظر من اینها از او قدرت و او امکانات بالقوه خود استفاده نکردن. اینها ما همه گی ما خبر داریم و دنیا خبر داره که امکانات نفوذ دیپلماتیکی اینها، نفوذ اقتصادی اینها و نفوذ منطقی اینها روی طالبان زیاده. به عنوان مثال، یک بار اینها نشده که به داخل اتاقی بشن با طالبان به مذاکره بنشینن که در او یک زن افغان حضور باشه و به خاطر یه درخواست بکنن که یک زن افغان باید در این اتاق حضور داشته باشه تا که ما به مذاکرات بنشینیم. آقای تانویس، آقای متقی همتای خود خود میخوانه در جلسات. اینها جواب نیست، اینها واکنش نیست. ما از جامعه جهانی احتیاج داریم که کنار زنهای افغانستان بیسته و بر اساس او از اصول و ارزش هایی که اینها به او باور دارن و در رأس سیاست های خارجی خود خود به اصطلاح قرار دادن، در کنار اونها حداقل بیستن. زنهای افغانستان و مردم افغانستان فوق العاده بیپناه باقی ماندن در مقابل حکومتی که یک حکومت دیکتاتوری و یک حکومتی که زبان از او فقط زبان خشونت. خیلی ممنونم از شما خانم جمشیدی. نازیلا جمشیدی، فعال حقوق بشر از ویرجینیا.